به این بخش خبری خوش آمدید. مؤسسات فرهنگی و خیریه تابع دفتر مرجع عالی آیت الله شیرازی مدظله همچون سالهای گذشته در ماه مبارک رمضان به فعالیت‌های ویژه در سراسر دنیا ادامه می‌دهند. اقامه محافل انس با قرآن، سخنرانی‌های مذهبی و تربیتی، کمک‌های مادی و معنوی از قبیل سبد غذایی ویژه ماه رمضان و دستگیری از نیازمندان و ایتام از جمله فعالیت های این مؤسسات در ماه پرفضیلت رمضان محسوب می شوند یکی از این مراکز و مؤسسات فعال در این ماه مبارک دفتر معظم الله در شهر لاکنو در هند است که به برگزاری مراسم در حسینیه سید تقیه شهر لاکنو پذیرای علما، فضلا، خطبا و مبلغین پرداخت. در این مراسم که با پوشش رسانه های هندی همراه بود حجت الاسلام سید سیف عباس نقوی وکیل مرجعیت شیعه در کشور هند و حجت الاسلام سید رضا رضوی در مورد اهمیت تبلیغ و روش های کاربردی آن سخنرانی کردند از دیگر فعالیت های این دفتر حضور حجت الاسلام عباس نقوی وکیل مرجعیت در رسانه های رسمی هند و شرکت در برنامه های تربیتی و اخلاقی و همچنین پاسخ به شبهات و مسایل شرعی شیعیان هند می باشد. دفتر ایتولال ازماش رازی در کشور افغانستان نیز فعالیت های گوناگون دارد. حجت الاسلام والمسلمین سید اسکر حیدری وکیل معظم در افغانستان به توزیع کمک های مادی و معنوی به خانواده های فقیر و نیازمند و همچنین ایتام بی سرپرست اقدام کرد. این کمک ها شامل سبد غذایی ویژه ماه رمضان و مبالغ نقدی و نیز لوازم ضروری و مایحتاج زندگی بود. مؤسسه فرهنگی دارالمهدی و القرآن الکریم در حسینیه کربلایی های اسفحان نیز فریاد های چشمگیر را در دستور کار خود قرار داده است. این مؤسسه برنامه هایی مانند آموزش و محافل اونسه با قرآن ویژه بانوان و آقایان در رده های سنی مختلف برپایی مجالس وعظ و ارشاد دینی و برگزاری مسابقات قرآنی با اهدای جوایزی نفیس به نفرات برتر در ماه مبارک رمضان را اجرا می کند. مؤسسه فرهنگی و دینی آیت الله عظما در کشور نیجریه نیز در ایام ماه مبارک رمضان شاهد برپایی جلسات تفسیر قرآن و برنامه های آشنایی با تعالیم و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام با حضور حجت الاسلام شیخ ابراهیم معظم می باشد که از سوی علاقمندان و شیعیان نیجریه مورد استقبال شایانی قرار گرفته است. در همین راستا مؤسسه سید و شهده علیه السلام شهر مقدس کربلا نیز با اهدای سبدهای غذایی و کمک مالی و مایحتاج زندگی به 700 خانوار از اقشار نیازمند و همچنین خانواده شهدای نیروهای مردمی هشت و شبی این شهر در راستای عمل به رهنمودهای مرجعیت شیعه کوشا بوده است.